درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم از مجموع موضع گیری های خامنه ای و به طور خاص پیام نوروزیش این استنباط شده است که وی در نظر دارد در انتخابات 1400 حکومتش را یک پایه کند پیشتر نیروی بر روی کارآوردن یک دولت جوان حزب اللهی تاکید کرده بود اکنون سوال پایه این است که آیا خامنه ای می تواند این کار را بکند؟ اگر توان این کار را دارد با چه بهای این امر امکان پذیر است؟ در سال 84 خامنه ای توانست احمدی نژاد را برای یک دست کردن حکومت روی کار بیاورد اما شرایط متفاوتی در آن زمان حاکم بود جامعه آن زمان به اندازه امروز قطبی ده شده بود نارضایتی در حد امروز نبود خامنه ای وقتی احمدی نژاد را روی کار آورد دستگاهش را یک دست کرد آنقدر خامنه ای از احمدی نژاد حمایت کرد که علنا گفت من افکارم به احمدی نژاد نزدیکتر از رفسنجانی است ولی چیزی نگذشت که همین احمدی نژاد نزدیک به خامنه ای به یک عنصر ناسازگار در درون سیستم او تبدیل شد به عنوان رئیس جمهور یازده روز خانه نشینی کرد و بعد هم به قول حکومتی ها جریان انحرافی شکل گرفت احمدی نژاد در نقش رئیس جمهور به چنان موی دماغی برای خامنه ای تبدیل شده بود که نه امکان دستگیر کردن و بازداشتش را داشت و نه توان نفیش را چون خودش گفته بود که احمدی نژاد به من از همه نزدیکتر است الان در انتخابات 1400 هم یک نگرانی این که همان شرایط تکرار شود مثلا گفته شده که بر اساس خواسته خامنه ای بهتر است که یک سپاهی یا نظامی روی کار بیاید که حرف شنو باشد یک باره هفت نظامی و عمدتا سپاهی ردیف شدند هیچ کدام هم حاضر نیست به نفع دیگری کنار برود هر کدامشان باند و جناهی را پشت سر خودش دارد مثلا اگر عزیز جفری یا سعید محمد بخواهد روی کار بیاید قطعا سلامی آنها را قبول نخواهد کرد علاوه بر این باند روحانی و به اصطلاح اصلاح طلب ها قبولش نمی کنند ملت هم هیچ کدام را قبول ندارد در درون سپاه هم چند جناح با آن مخالفت خواهد کرد اگر هم روی کار بیاید تضاد و بنبست جلوی روی او و حکومت است به فرض همچنین کسی در دستگاه یک دست شده خامنه روی کار بیاید انبوه بحران ها را میخواهد چه کند تحریمها را چه کند نفوزی ها را میخواهد چه کند با کرونا چه کار میخواهد بکند این بنبست ها یکی دوتا نیست بیپولی را چه کند ذخیره ارزی که از 122 میلیارد به 3 یا 4 میلیارد رسیده را باید چه کند مهمتر از همه شرایط انفجاری و موقعیت انقلابی جامعه را میخواهد چه کند پس می بینیم با تغییر در بالا و یک دست شدن چیزی برای حکومت تغییر نمی کند. با برگزاری انتخابات 1400 در ایران چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ واقعیت این است که این حکومت هیچ راه علاجی ندارد. حکومت خامنه ای یک حکومت مادون تاریخی است که خود حاصل یک سرقت تاریخی از انقلاب مردم است. تمام این سالها نیز تنها با کشدار و ترور و فساد و غارت جلو آمد است. این از منظر ماهیت حکومت. اما به طور خاص در مورد انتخابات واقعیت این است که انتخابات یک امر تحمیلی بر این حکومت است. اصلا ماهیت انتخابات با گروخون دیکتاتوری مذهبی سازگاری ندارد. خمینی وقتی بر ایران حاکم شد گفت که باید حکومت اسلامی باشد حکومت اسلامی را هم ولی امر مشخص می کند. پس هرچی که خمینی و خامنی گفتند همان باید بشود اما انتخابات توسط انقلابیون و نیروهای دموکرات بر این حکومت تحمیل شد پس خود انتخابات یک وصله ناجور برای این حکومت است اصلا مطلوب برای خامنه ای همان است که بیاید بگوید خودمان را خلاص میکنیم انتخابات نمیخواهیم حکومت اسلامی است هرچه ولی فقیه گفت همان می شود. اتفاقا یک جناه در همان باند ای دنبال همین راه حل هستند. در عوض جناه مقابل می گوید اگر این کار را بکنیم موساویس با سرنگونی باید سوپاپ اطمینانی داشته باشیم. باید مکانیزمی برای فریب مردم داشته باشیم. باید حداقل شمایی از انتخابات داشته باشیم تا بتوانیم در سطح جهانی خودمان را مشروع جلوه بدهیم. در داخل هم در عصر اینترنت و عصر ارتباطات نمی شود به مردم چیزی را تحمیل کرد. پس نیازمند داشتن پوسته انتخابات هستیم. حالا تصور کنید در میانی چنین جنگ هایی بر سر حد دقل های انتخابات 1400 شروع نگهبان تحت امر خامنه ای هم بخش بزرگی از کاندیداها ها را رد خواهد کرد. به این دلیل بخش های زیادی از باند اصلاح طلبان هم به این نتیجه رسیدند که در انتخابات شرکت نکنند چون چیزی نصیبشان نمی شود. بنابراین خود انتخابات هم برای خامنه یک راه حل نیست بلکه یک مشکل است. یک بحران است که باید آن را از سر بگذراند. از این رو به زرس قاطع می توان گفت نه تنها با انتخابات و با یک پایگی قدرت در ایران چیزی تغییر نخواهد کرد بلکه الان حکومت نگران تنش و اعتراضات و آشوب های احتمالی قبل از انتخابات 1400 و بعد از انتخابات است. پدیده هایی که هر کدام اگر به وقوع بپیوندند، هزینه های سنگینی بر حکومت ضعیف شده خامنه ای تحمیل خواهند کرد. بازداشتگاه یک الف یکی از مکانهای متعلق به قرارگاه سارالله است که برای شکنجه معترضان و فعالان سیاسی ساخته شده است. سپاه پاسداران از سال 95 برخی فعالان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات مردمی را به مکانی در شرق تهران منتقل می کردند. این بازداشتگاه مخفی پس از پایان بلوار هجرت و در نزدیکی منطقه قصر فیروزه و دقیقاً به فاصله دو کیلومتر در جنوب شرقی شهرک شهید الماسی قرار دارد. به گفته شاهدان ورودی این بازداشتگاه شیبدار است و ماموران چشپند بازداشت شدگان پس از گذشت از ورودی باز می کنند. شهروندان منتقل شده به این بازداشتگاه اعلام کردند که این بازداشتگاه چند طبقه دارد و در زیرزمین آن سلول های انفرادی با دیوار سفید با ارتفاع بیش از چهار متر قرار گرفته و سویت های عمومی در طبقات قرار دارند. بازداشت شدگان همچنین میگویند که احتمال میرود این بازداشتگاه مخفی در محوطه یک سازمان اداری باشد چرا که در حین انتقال صدای افرادی بی اطلاع از وضعیت شنیده میشد و معموران نیست تا انتقالها، مکررا ما را تهدید به سکوت می کردند. گفتنی است که شمار کسیری از بازداشت شدگان اعتراضات آبان و دی ماه 98 جهت بازجویی و ضبط اعترافات اجباری به این بازداشتگاه منتقل شدند. قرارگاه سارالله سپاه پاسداران از دهی هشتاد بازداشت های مخفی متعددی در تهران دایر کرده است. بازداشتگاه قمر وزارت، نبوت، سئول و منفی چهار وزارت کشور نام تعدادی از این بازداشتگاه های مخفی است که پس از هر دور اعتراضات مردمی محل بازجویی و شکنجه شهروندان بوده است. فساد گسترده در حاکمیت ایران تنها با آتک زدن از بین می رود. بودجه شورای شهر تهران هم بعد از تصویب دستکاری می شد. در شرایطی که طی روزهای اخیر ماجرای دسترازی الیاس نادران و قالیباف در بودجه مصوب شده مجلس ساروصدایی بسیاری به پا کرده اما حالا خبر می‌رسد که این اقدام مسبوق به سابقه بوده و در گذشته در شورای شهر تهران نیز این اقدام صورت گرفته است. قالیباف به با عنوان شهردار وقت، چمران به عنوان رئیس و دبیر به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر سابقه پایتخت با هماهنگی همدیگر بعد از تصویب بودجه در صحن علنی شورای شهر تهران اقدام به دستکاری اعداد و ارقام بودجه مصوب شده می‌کردند. حالا این اقدامات غیرقانونی به مجلس شورای اسلامی کشیده شده و هیچ مقابله با آن نمی شود کسی بازداشت نمی شود چون همگی سر سفره انقلاب هستند دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار